سلامتی بر شما عزیزانم. امیدوارم خوب باشین. آمین. خوب هستین؟ و تشکر از تیم پرستش برای این پرستش عالی در خور نام عیسی مسیح. خداوند شما رو برکت بده. بعد از این پرستش عالی ایمان دارم که بقیه ساعت روزمون مبارک و برکت یافته هست. باور میکنین؟ آمین. عنوان پیام امروز اینه: ما با همدیگه، که برگرفته از یکی از دعاهای پر از عظمت پولس در رساله افسوسیان باب 3 آیه 14 تا 19. دو هفته پیش دعای اول پولس رو با هم مرور کردیم، با هم راجبش صحبت کردیم و امروز هم دومین دعای پولس رسول در افسوسیانه. نامه به افسوسیان عزیزان از جایگاه خیلی والایی در بین نامه ها و رسالات پولس قرار داره، به طوری که به نام بانوی بزرگ عهد جدید شناخته شده در بین محققین. رساله آسمانی پرقدرت، نفسگیر میتونم بگم، که کلیسای جهانی مسیح رو خیلی زیبا به تصویر میکشه. کلیسایی که عروس مسیحه، کلیسایی که راز سر عیسی مسیح خداونده. یک اندیشمند معروف مسیح به نام تایم رایت از طریق یک مثال این رساله زیبا رو خیلی زیباتر تشریح کرده. اینطور گفته که چرخ فلکی هست، یه چرخ فلک معروف در لندن به نام لندن آی. اونایی که رفتن شاید امکان داره که استفاده کرده باشن، باش آشنا باشن، به نام چشم لندن، که افراد توریست اینطور گفته که ساعت‌ها منتظر میمونن که وارد یکی از این تلکابین‌ها، یکی از این کابین‌های شیشه‌ای بشن که 20 نفر در اون جا میگیره. وقتی که این افراد سوار این کابین شیشه‌ای میشن، این کابین به مدت 20 دقیقه تمامی شهر لندن رو حرکت میکنه، که افراد در این دقایق خیلی زیبا تمامی لندن رو از اون بالا نظاره‌گر باشن، مشاهده کنن. تام رایت میگه خواندن کتاب افسوسیان عزیزان، تعمق در این رساله پرشکو، مثل اینکه بری تو یکی از این کابین‌های شیشه‌ای، اونجا بشینی و گردش کنی در آسمان‌های خدا، که گفته این رساله چطور افق دید ایمانداران و راجب نقشه ابدی و ازلی خداوند باز می‌کنه و همینطور محبت عظیم و بی نهایت عجیب خداوند رو به کلیسا تک تک ما رو آگاه میکنه. و امروز فقط میخوام تمرکزمون عزیزان تو این رساله، یعنی این رساله فکر میکنم یه سمینار 4-5 روزه باید برگزار کرد تا بتونیم یک کمی از عمق عالی این رساله و اهدافی که در این رساله هست برخوردار بشیم. امروز فقط آمین که بتونیم دعای دوم پولس که در باب 3 آیه 14 تا 19 است با هم وقت بذاریم و یکم بشناسیم. حاضرین با هم سوار این کابین شیشه‌ای بشیم عزیزان؟ از طریق این دعای پرتمطراق و زیبای پولس میتونیم وارد این کابین شیشه‌ای بشیم و یک کمی از اهداف و نقشه خدا با خبر بشیم. پس براتون قرائت میکنم: از این سبب زانو میزنم نزد آن پدر که از او هر خانواده‌ای در آسمان و زمین مسما می شود، نام می گیرد، که به حسب دولت جلال خود به شما، به ما هم با هم دیگر عطا کند، که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زورآور شوید، تا مسیح به واسطات ایمان در دلهای ما، در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه کرده، بنیاد نهاده، ظرفیت بیابین، استطاعت بیابین، تا با تمامی مقدسین، با همدیگه، ما با همدیگه ادراک کنیم عرض، طول، عمق، بلندای این محبت چیست و عارف شویم به محبت مسیح که فوق از معرفت است، تا پر شویم
از تمامی پوری خدا. آمین. با هم چشمامون دقایقی میبندیم. پدر عزیز، همطور که در دعای اول پولس رسول دعا کرد که چشمای دل ما رو باز کن که امید دعوت خودمون رو بشناسیم، همطور که هفته پیش موعظه شنیدیم که چشمانم رو خدا بکشا، چشمانم رو باز کن ای خداوند تا آنچه که تو میبینی خداوند، که ورای این صحنه ها و شرایطی که ما چشمای جسمانی ما میبینه ای خداوند بتونیم ببینیم، اون چشمای بصیرت که تمامی جان ما رو روشن میکنه. پدر دعا میکنم که چشمای دل تک تک ما رو باز کنی تا با همدیگه خداوند این محبت عمیق و بی نهایت عظیم تو رو با هم بشناسیم. آمین و آمین. آیه 14 میگه از این سبب زانو میزنم. حالتهای خیلی زیادی در دعاست. اصلا وقتی که دستامونو بلند میکنیم در حضور خداوند، نشانه تسلیمه، نشانه دریافته، نشانه پرستشه. یه موقع هست که به رو میفتیم، سجده میزنیم. زمانهایی که در سختی ها هستیم، چالش های روحانی هستیم. یه زمانهایی هم هست که یاد دعای ایلیا افتادم که چقدر بی‌تابانه است، چقدر بی‌قرارانه است، چقدر ملتمسانه است، انگار یه جوری داره تقلا میخواد بکنه که جواب بگیره از دعا خدا. برای همین در حالی که به رو افتاده، سرش رو میانه دو تا زانواش میکنه، اونجا نگه میداره و دائم بی‌قرارانه به خادمش میگه الان چه اتفاقی داره میفته؟ آیا خدا جواب میده این دعامونو؟ پس این حالتهایی از دعاست که پولس داره اشاره میکنه. نزد آن پدر دعا میکنه، نزد آن پدر که هر خانواده از اون مسما شده، نام گرفته. پولس برای ایمانداران دعا میکنه عزیزان، کلیسایی که خانواده خداست، کلیسایی که از اون نام گرفته، از این پدر بی همتا و استثنایی نام گرفته. آیه 16 میگه بر حسبه که بر حسب دولت جلال خود، بر حسب اون حیثیت محبت عظیم خودت داره میگه، بر حسب نه به فکر انسانی من، بلکه بر حسب اون محبت عظیم، اون دولت جلال خودت، نه کمتر. این دعای من برای این نیست که نه کمتر، نه خارج از این دولت جلال خودت، بلکه اندازه اون خدایی خوده، دولت خوده، که چی بشه؟ به ما عطا کنه که در انسانیت باطنی خودمون به روح او، به روح القدس عزیزان توامن بشیم، زوراور بشیم. من فکر میکنم مخصوصا در این زمانها عزیزان چقدر ما به این دعا نیاز داریم، چقدر این دعا مهمه. چرا؟ چون دنیای ما، زندگی که داریم میکنیم در این شرایط غیر قابل انتظاره. اصلا میتونی تصور کنی یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه چی میشه، فردا چی میشه؟ و دائما انرژی ما، قوت ما به خاطر مسائلی که خیلی بیشتر باش درگیر هستیم هدر میره. و همینطور روابط شکسته هست در خانواده ها، گاهی عواقب گناه‌ها، رفتارهای گناه‌آلود خودمون رو درو می‌کنیم عزیزان، که خیلی نیرو می‌بره، خیلی ما رو خالی می‌کنه و ما رو به نقطه بی‌تاب شدن می‌رسونه. به جای اینکه پایداری کنیم، به جای اینکه مقاومت کنیم، به جای اینکه ادامه بدیم، به خاطر اینکه کم میاریم، ترک صحنه می‌کنیم. و ما شدیداً عزیزان به این دعا نیاز داریم که خداوند در اون انسانیت باطنی خودمون، اون انسانیت حقیقی خودمون، ما رو زورآور کنه، توامن کنه در اون حواس پنجگانه روحانیمون. عزیزان اگه این نباشه، یک انسان فقط کهنه باشه که تو ما پروار باشه، هرگز ما نمیتونیم در این شرایط یه قدم جلو بریم. آیه 17 میگه تا مسیح به واسطه ایمان
در دلهای ما ساکن بشه. وقتی مسیح در دلهای ما ساکن میشه عزیزان، ما هم مثل عیسی مسیح خداوند در هر شرایطی میتونیم پایدار بمونیم. درست عزیزان؟ در رنج ها، در تجربه های گوناگون، به جای اینکه خسته خاطر بشیم، به جای اینکه قوت ما تلف بشه، میتونیم ادامه بدیم. و برای اینکه این روحیه مداومت، این روحیه استقامت، این روحیه پایداری رو به خصوص کلیسای خداوند در این شرایط بتونه در خودش پرورش بده و جون بگیره، ما نیاز به این دعا داریم عزیزان. و ما نیاز داریم که وقتی به نقطه بی پایان شدن میرسیم، به نقطه بی تاب شدن میرسیم، به اون نقطه‌ای که دیگه انگار یه قدم نمیتونیم جلو بریم. کیا اینو تجربه کردن عزیزان؟ یا فقط من تجربه کردم؟ فکر میکنم همه ما تجربه کردیم، نیست؟ من مثال میزنم که یکم این نقطه بیتاب شدن رو بیشتر متوجه بشیم. یک دونده رو تصور کن که 10 بار دویده، نیست؟ گلوش خوش شده، پهلوهاش درد گرفته. تا حالا دویدی؟ یه بار من خستم مثل آلبرت بودو هم همین حال شدم. پهلوهاش درد میگیره، حتی یه قدم دیگه هم حالا نزدیکه که تاجو ببره، ولی دیگه انگار یه قدم بیشتر نمیتونه جلو بره، نیست؟ تمامی وجود او فریاد میزنه در وجودش، تمومش کن، بیا بیرون، کافیه. در واقع اینجا کجاست؟ نقطه بیتاب شدنه. ولی وقتی اون دونده عبور میکنه عزیزان، مسابقه های دیگر خیلی راحت تر میتونه شروع کنه و به پایان برسونه، نیست؟ چون اون شخصیت مقاوم، اون شخصیت خستگی ناپذی در اون شکل گرفته، به خاطر اینکه از اون نقطه بیتاب شدن گذشته. درسته؟ یا زندگی مشترک عزیزان، تو زندگی های زن و شوی ما ایرانی ها خیلی تجربه کردیم، به جایی میرسیم و خیلی اینو از بچگی شنیدم که تمام فکر و بدنت فریاد میزد تمومش کن. ببین هیچ چیزی درست نمیشه. مهرت حلال، جونت آزاد، نیست عزیزان؟ وقتی به این نقطه میرسی یعنی نقطه بیتاب شدن، یعنی دیگه نمیتونی یه سر سوزن جلو بری، ولی در همون لحظه وقتی خداوند چشمای دلتو باز میکنه، در حضور او به رو میفتی، در اون ناتوانی، در اون عدم کفایت، در اون انسانیت باطنی خودت جون میگیری عزیزان، دیگه با اون چه که هست درگیر نمیشی، نیست؟ چونه نمیزنی، مقاومت نمی کنی. درست همینجاست، درست همینجاست میخوام بگم که از نقطه بیتاب شدن عبور میکنی. آمین. و اندک صبر، مداومت عیسی مسیح، پایداری خداوند، شکل عیسی در تو شکل میگیره. گاهی ما در مشارکت با خدا به نقطه های بیتاب شدن میرسیم، سالهاست منتظریم، دعا کردیم، اعتماد میکنیم، به یه جایی میرسیم انگار دنبال باد میدویم، نیست؟ میبینیم فقط دعا کردیم، هیچ چیزی عریاف، هیچ چیزی عوض نشده. گاهی در مبارزه با گناه، وسوسه ها، عزیزان، نگه داشتن معیارهای اخلاقی خدا کم میاری، چه نبردهای روحانی که پشت صحنه داری انجام میدی و هیچ کس نمیفهمه، ولی وقتی خودتو نگاه میکنی میبینی اصلا تبدیل نشدی، بازم همون اشتباهاتو میکنی. چی میشه؟ خسته میشی، ناامید میشی. چرا باید ادامه بدم؟ بهتره برم همرنگ جماعت بشم، برم تو دنیا، نیست؟ کمی اتفاق نیفتاده. همینطور نقطه بیتاب شدن و در زندگی خادمی نمیتونیم ببینیم که سالها سرم با مسیح زندگی میکنن، مبارزات روحانی داشتن، وظیفه خطیر رهبری رو شونه هاشون بوده، ولی به جایی میرسن که انگار خدمتشونو و خودشونو دیگه کم میبینن، دیگه نمیتونن جلو برن. و در دلشون دو تا آرزو میکنن، یکی آرزو میکنن که این موقع دعاهای ما، خدا کی میای که ما رو بوده بشیم راحت شیم،
یا کاش که مثل همین یه نفر بودم که روی این صندلی ها میشستم. وقتی به این جا میرسی به نقطه بیتاب شدن میرسی. ولی عزیزان این دعای پولس باور کنین، خودتون باید تجربه کنین. با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. آمین که خودتون تجربه کنین. در هر جایی که به نقطه بیتاب شدن میرسی، در حضور او نمیدونی چطوری، نمیدونی انسانیت باطنی تو چجوری جون میگیره به روح او، چجوری تقویت میشه، چطور از نقطه بیتاب شدن عبور میکنی و میبینی اوه خداوند با قوت تو و توانایی تو میتونم جلو برم. کلام خدا چقدر زیبا در کتاب یعقوب باب 1 میگه در حالی که ما منتظریم، در حالی که ما داریم صبر میکنیم، درد میکشیم که خدا بیاد به میان خیلی چیزا رو درست کنه، رنج میکشیم نیست؟ درد میکشیم، ولی در این حال که داریم رنج میکشیم صبر میکنیم. این رنج کشیدن ما عزیزان مداومت به وجود میاره، صبر به وجود میاره. و این صبره که یعقوب میگه شخصیت عیسی مسیح خداوند رو در اون رنج ها و چالش ها در ما شکل میگه. نقطه بیتاب شدن خیلی دردناکه عزیزان، و هیچ کس مثل عیسی عمیقا درک نکرد، چون خودش خیلی شدید روی صلیب تجربه کرد. من فقط به طور دو کلمه بگم، هیچ کس مثل عیسی مسیح خداوند بی حرمت و له نشد. تمامی جهنم وقتی که روی صلیب بود فریاد میزد که بیا پایین، کافیه، تمومش کن. اما عیسی مسیح خداوند با عزمی راسخ و مداومت و پایداری دور خود رو، ماموریت خود رو به خاطر من و تو به کمال رسون. برای چی؟ برای چی تونست عزیزان؟ برای اینکه در زمانی که در باغ جتسیمانی بود، اون زمان بود که از نقطه سهمگین رنجاور بیتاب شدن عبور کرد. برای همین تونست اون راه جلجتا رو بره. عزیزان خیلی خوشحال باید باشیم که پیرو نجات دهندهی مثل عیسی مسیح خداوند داریم. نمیدونم خوشحال هستین؟ و باید چقدر خوشحال باشیم که وقتی من و تو به این تقاطعها میرسیم، روح خدا به ما قوت میبخشه که از این نقطه های تاریک و بیتاب شدن عبور کنیم. و یه چیزی بهتون بگم عزیزان، حتما بعضیاتون تجربه کردین، وقتی از این نقطه ها عبور میکنیم، از اون باغ جتسیمانی ها عبور میکنیم عزیزان، یه چیزی رو خیلی قوی تجربه میکنیم. در اون مکتب تجربه درد و رنج یه چیز خیلی عالی و گرانبها رو تجربه میکنیم که نقطه بیتاب شدن جنسش از سنگ و دیوار نبود، بلکه از کاغذ بود. آمین. و تو با قوت خدا، با قوت روح القدس تونستی از اون عبور کنی و اندکی بیشتر به شناخت محبت خدا میرسی. و آیه 18 میگه در محبت او ریشه کرده. وقتی که از این نقاط تقاطع‌های دردآور عبور میکنیم، تازه در محبت او ریشه میکنیم، بنیاد میذاریم. این دعای پولسه. در محبت ریشه کرده بنیاد بذاریم. پولس اینجا انقدر هیجان زده است، من فکر میکنم که از دو تا تشبیه متضاد داره استفاده میکنه که اصلا به هم ربطی نداره. یکی ریشه زدنه، یک اصطلاح کشاورزی رو داره میگه که میگه مانند یک درخت محکم در خداوند ریشه میکنه کسی که از این مسیر عبور میکنه. چقدر زیبا مزبور 92 آیه 12 میگه آنانی که در خانه خدا مثل نهال کاشته میشن، در صحنای او مثل اون درخت قوی ریشه میکنن و در نهایت میوه میارن عزیزان، به جای اینکه از صحنه خارج شن. و حتی در زمانهای پیری تر و تازه و سبز میمانن تا اعلام کنن عزیزان، اعلام کنن خداوند یهوه صخره من است و در او هیچ بی انصافی نیست. آمین.
و اصطلاح دوم بنیاد نهاده، یک اصطلاح ساختمون سازی رو داره به کار میبره، یکی از اون ریشه، یکی داره ساختمون. مثل یه ساختمون بنیادش گذاشته میشه، ساختمونی که روی فونداسیون محکم بنا شده. متا باب 7 میگه خانه‌ای که بر سنگ بنا شده، خانه‌ای که بر اون بنیاد اصلی بنا شده. عزیزان، سیلاب‌ها، باران‌ها، طوفان‌ها، همه اینا داره اشاره به اون تجربیات و سختی‌ها و نقاط بیتاب شدن داره اشاره می‌کنه. میگه در اون زمان‌ها به این خانه این چیزا زورآور نخواهد شد و خراب نخواهد گردید، از صحنه خارج نخواهد شد. چرا؟ چون که بر سنگ بنا شده. بنیاد این ساختمان بر سنگ بنا شده. تا چی بشه؟ تا ظرفیت بیابیم، استطاعت بیابیم، با همه مقدسین. اصلا چقدر زیباست، چقدر زیباست. ما جدا از هم نمیتونیم این مسیر رو بریم، با همه مقدسین ادراک کنیم عرض، طول، بلندا، عمق این محبت چی. چهار نمونه اندازه‌گیری داره پولس میده. اصلا اینجا واقعا آدم میمونه چطور غیر قابل اندازه‌گیری رو میخواد اندازه‌گیری کنه؟ مگه میشه؟ انقدر عریضه، داره به عرض محبت خدا اشاره میکنه که شامل حال تمام بشریت میشه. زیرا خدا جهان رو انقدر محبت نمود تا هر که، عزیزان داره به عرض اشاره میکنه، به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانه یابد. بعد به طول این محبت اشاره میکنه. اینقدر طویله، اینقدر طول میکشه تا تمامی زندگی ما رو در اون ناامیدی ها، در اون درد ها، در اون رنج ها، در اون نقطه هایی که دیگه نمیتونی یک قدم جلو بری، این طول محبت او دوباره ما رو در بر میگیره، نه فقط در این دنیا بلکه تا حیات جاوید. این محبت طول میکشه عزیزان، خیلی کاملترش و خیلی مهیشترشو ما خواهیم دید. الان در روی شیشه میبینیم، آینه میبینیم، محو میبینیم، ولی طول این محبت عزیزان تا آسمون خدا طول میکشه و اینقدر عمیقه، داره از عمق او محبت صحبت میکنه که شامل حال پسترین گناهکاران، هر گناهکاری که فکرشو بکنی که چقدر پسته، اصلا غیر ممکنه این نجات پیدا کنه، ولی عمق این محبت این عزیزان ما رو هم در بر میگیره و انقدر بلنده، داره بلنده های محبت صحبت میکنه که ما رو از ذلت گناه، از اون زیرزمین گناه به اوج عزت پادشاهی خدا رسوند. آمین. و پولس آیه 19 دعا میکنه که عارف شیم، بشناسیم با هم دیگه، با هم دیگه به این محبت که فوق از معرفت بشره، عارف شیم، بشناسیم این محبت رو. وقتی میشناسیم پر میشیم، قوت میابیم از پری خداوند. از ما با هم دیگه، با همه این مقدسین با هم میتونیم ابعاد این محبت رو درک کنیم. ما با هم دیگه عزیزان به قامت و پری عیسی مسیح خداوند میرسیم. با هم دیگه، ما با هم دیگه عزیزان اون نقطه های بیتاب شدن رو وقتی کنار همیم، وقتی در ضعفای هم همدیگر رو امداد میکنیم، میتونیم با هم جلو بریم. ما با هم دیگه عزیزان، این دعا فقط راجب من نیست، راجب تو نیست. ما با هم دیگه در کنار هم ایستادن قوت میابیم. ما با هم دیگه یک ابدیت پرشکو و پرجلال، و اگه اینجا زندگی نکنیم چطور میخوایم اونجا زندگی کنیم، زندگی خواهیم کرد؟ پولس انگار میگه مسیحیت و یک مسیحی جدا از کلیسا اصلا وجود نداره. اگه وجود داشته باشه مثل گوسفندیه که بدون شبانه، یک مسیحی که به کلیسا وصل نیست عزیزان، مثل یه اندامیه که بدون بدنه، مثل یه کودکیه که بدون خانواده است، که تا به کوچکترین
مداومت و پایداری رو در چالش ها نداره. یه کودک میتونه عزیزان؟ ما در کلیسا در تمامی سایش ها و تفاوت هاست که به این رشد میرسیم. چرا؟ چون پوری مسیح آیه میگه فقط در کلیسا است. آمین؟ چون کلیسا بدن مبارک عیسی مسیحه. چون اساساً ایمان مسیحی از یک ایمان عرفانی نیست، بین من و فقط خدا. این یه دروغ بزرگه. ما در کلیسا به این محبت، به این شناخت میرسیم. و چه دعای عالی برای ما شده. از هر موقع که این دعا رو همجور دعای اول پولس رو میخوام، واقعا احساس میکنم ماها فقط باید راجع به این دوتا دعا تعمق کنیم. ولی در نهایت آیا خدا جواب این دعا رو میده؟ آیا خدا جواب میده به این دعای پولس در طی تاریخ، در طی آثار؟ و مهر تایید بر دعای پولس رو عزیزان در آیه 20 میبینیم. جلال باد بر او. آمین. بعد از این دعای پولسه، اینگاه مهر میزنه دعای خودشو. جلال باد بر او که میتواند به وسیله آن نیرو، آن قوت، آن قدرتی که در ماست، روح القدس رو داره اشاره میکنه که در ما فعاله، بسیار بی نهایت افزونتر و زیادتر از آنچه که ما بخواهیم یا فکر کنیم، قادر عزیزان در ما عمل کنه، در ما عمل کنه، هم در ما عمل کنه، هم خودمونو گاهی در این چالش ها و مسیر ها مثل یه معجزه در کلیسا بلند کنه. جلال باد بر او که میتواند، قادر است، فوق از فکر و دعای ما، به وسیله آن قدرتی که در ما عمل میکند، این دعا رو مهر بزنه و عمل کنه. باور میکنین عزیزان؟ من سعی کردم این دعا رو خیلی خلاصه کنم که به قسمت دوم بپردازم. خیلی سخت بود برام که شماها رو بعد از این دعا از این کابین شیشه‌ای پیاده کنم. موافقین با هم پیاده شیم؟ چون میخواییم پیاده شیم. یه قسمت دیگه ای که واقعا برام چالش برانگیز بود، به پاستور گفتم چطور الان از اون بالا این دعای عالی و شگفت انگیز الان بیایم رو زمین. ولی فکر میکنم زمین خدام، یعنی ایمان دارم که خدا میخواد که ما در اون پرورده بشیم، از امانتهای اون متلذذ بشیم عزیزان، در روی این زمینم با همدیگه به شناخت اون محبت برسیم. پس با همدیگه از این کابین میایم پایین. میخوام بگم عزیزان، درست همینطور که تا حالا گوش کردیم، زندگی شخصی یک مسیحی به طور طبیعی و خودجوش از مشارکت با خدا، روح خدا سرچشمه میگیره. یک شخص مسیحی چه به صورت فردی چه به صورت جمعی، تا چی بشه؟ تا در انسانیت باطنی خودش جون بگیره، توانمنش، ریشه کنه، بنیاد بذاره، تا به شناخت این محبت برسه. میخوام بگم حیات کلیسا هم روی این زمین، خارج از اون دعاها، خارج از اون که به رو بیفتی، رو زانو بیفتی، به طور جمعی ما نیاز به مشارکت ایمانداران با همدیگه داریم. فقط مشارکت کنیم عزیزان تا به اون اتحاد الهی که در فکر و دعای پولسه برسیم. مشارکت با همدیگه، صرف این که فقط بگیم، بخندیم، غذا بخوریم عزیزان، جزء ذات کلیساست و تمامی جنبه‌های حیات کلیسا رو یک مشارکت سازنده و سالم میتونه در بر بگیره. میخوایم با همین حیات رو در کلیسا قوی کنیم، توانمند کنیم با هم دیگه، ما با هم دیگه. آمین میگی؟ یا آمین پرقدرت؟ پس باید ما با هم دیگه عزیزان تصمیم بگیریم یه تغییر و تحولاتی در تیم آشپزخونه به وجود بیاریم. چرا آشپزخونه؟ چرا عزیزان؟ آفرین. آمین. همینطور که واقف هستیم، نه فقط آشپزخونه عزیزان موتورخونه ما ایرانی ها و افغان زبان ها هست، نه فقط اون خانه دعا، بلکه آشپزخونه هم همینطور. چرا؟ چون ما ایرانی ها، افغان ها و یهودی ها یک نقطه خیلی مشترکی با هم داریم که با هم غذا بخوریم.
در هر صحنه کلام خدا رو که میبینی، ما با یهودیانی آشنا میشیم که به نوعی مشغول خوردن هستن. در لوقا باب 14 بعدم بریم بخونیم، ضیافت پرشکوه پادشاه که روزها داره غذاهای عالی آماده میکنه برای مهمونا. عیسی مسیح که در خونه شمعون پتروس با حواریون دارن شام میخورن، غذا میخورن، لذت میبرن. در خونه مریم و مرتا بارها کنار دریا با هم نان و ماهی خوردن. در مکاشفه باب 3 آیه 20 از وقتی میخواد عیسی مسیح یه رابطه صمیمی صحبت کنه، میگه بر در قلبت ایستادم، در قلبتو میکوبم، اگه درو باز کنی میام تو قلبت با تو شام میخورم. چقدر زیبا عزیزان، از اول کتاب مقدس تا آخر کتاب مقدس، خدای کتاب مقدس خدای جشن و سرور و غذاهای لذیذ خوردنه. همینطور در آخرین صحنه کتاب مقدس میبینیم مهمانی شام عروسی بره با عروس زیبا و مقدسش برگزار میشه. اصلا چرا غذا خوردن اینقدر اهمیت داره؟ خیلی اهمیت داره برای فرهنگ ما، برای قومیت ما. در متا باب 18 میگه هرگاه دو یا سه نفر با هم جمع شن، اونجا عیسی هست. ولی یه جایی من شنیدم هرگاه دو افغان یا دو یا سه ایرانی با هم جمع شن، اونجا منقلی برپا است. اصلا حقیقته، نه فقط خوردن، خوراک خوب خوردن با کیفیت‌های عالی، از این یک تجربه لذت بخشی که تا آسمونم طول می‌کشه. ما اونجا با ذائقه‌های تبدیل شده، با قوه چشایی تبدیل شده، نه به خاطر اینکه رژیم بگیم، نه به خاطر اینکه لاغر شیم، وایه بترسیم، نه، می‌خوریم غذاهای خوشمزه، خوراک‌های لذیذ. هم تو خوراک خوردن در کتاب مقدس مثل عهد بستنه. وقتی با هم شام میخوام یه جای خدای کتاب مقدس میگه برو اون نبوت رو بکن تو عهد عتیق، فقط اونجا تو اون خونه نرو شام بخور. یه جایی میگه با هم شام بخوریم، نیست؟ شام خداوند داره به این اشاره میکنه. هر بار قوم خدا با هم شام میخوردن و نان و بدن رو با هم تقسیم میکردن. چون که خوراک خوردن عزیزان فقط یه تجربه سیر شدن فیزیکی نیست، روی معنویت ما تأثیر میذاره، روی اتحاد و یگانگی ما تأثیر میذاره، آمین، روی رابطه سالم و سازنده ما تأثیر میذاره. چون خدا ما رو قبل از اینکه بخواد از جهنم برهانه، خوب حواستون باشه عزیزان، قبل از هر چیزی ما رو میخواست وارد یه مشارکت عمیق با خودش و با همدیگه بکنه. این هدف نجات بود. آمین؟ چقدر خوشحال بودم که امروز تیم مبارک تکنیک با میزبانی پاستور و فریبای عزیز با هم غذا خوردن. چقدر عالی بود، نیست؟ هر وقت که قوم خدا با هم جمع میشن با هم غذا میخوان، در اون شادی عزیزان، در ساده دلی، انگار ماهیت پادشاهی خدا هویدا میشه. آیا ما با هم دیگه میتونیم این موتورخونه رو روشن کنیم عزیزان با هم دیگه؟ آیا ما قوم ایران و افغان زبان میتونیم عزیزان شادی و سرور خوردن و آشامیدن با هم داشته باشیم؟ واقعا ته تجربه متوجه شدم اگه ما اینو نداشته باشیم، انضباطهای دیگه روحانی ما رو زده میکنه، ما رو کلافه میکنه. اگه شادی و سرور و خوردن و نوشیدن در بین ما نباشه، و این حرکت فقط کار چند نفر نیست، ما با هم دیگه. یا آمین داره یا نه؟ با امداد روح خدا میخوایم یه شادی و حرکت تازه رو، به خصوص ایام نوروز که نزدیکه، ایام خجسته رستاخیز، ما با همدیگه میخوایم این شادی رو و غذای با کیفیت و عالی و زنده خوردن و زنده، غذای زنده منظورمه، با هم تجربه کنیم. آیا خدا خادمینی بلند میکنه که آراسته باشه به دست پختای عالی، نه فقط غذا بپزه، بلکه واقعا دست پختش خوب باشه و اون نفس محبت پشت غذا درست کردن باشه، برای کار خدمت، برای کلیسای محبوب خودش. آمین. آیا خواهد برانگیخت؟ با هم دعا میکنیم، چند لحظه سر پا بایستیم. ای خداوند،
ای خداوند عزیز، کیست که بتونه برای خدمت تو، برای کار تو کافی باشه؟ خداوند هیچ کس نمیتونه کافی باشه خداوند، مخصوصا برای این مهم که باید در کلیسای خداوند کلیساها فرهنگ سازی بشه با امداد روح تو، با توانمند کردن تو ای روح القدس، با بس شدن این با هم نشستن، خوراک خوردن، غذا خوردن، با هم صحبت کردن، گفتن، خندیدن، چون تو میخوای که ما از تو و با هم دیگه لذت ببریم خداوند. پس دعا میکنم پدر جان، همونجور که پولس دعا کرد، من هم دعا میکنم ای خداوند که به حسب اون قوتی که در ما عمل میکنه، همین الان ما رو میتونه برای این قسمت برانگیزه. خداوند تو توانمند کنی، تو شادی بدی، تو اشتیاق بدی خداوند، که فکر نکنی فقط یه آشپزی صرفه، بلکه واقعا وقتی کلام تو رو میخوندم، وقتی ملکه سبا اومد تو کاخ سلیمان، اون طعام لذیذ رو دید، اون میزهایی دید که چقدر خادمین اونجا با شور و شوق غذا میپختن، با هم غذا میخوردن، وقتی اون نگهبانان معبد رو دید که امروز ما انتظامات داریم با چه لباسهای با نظم و زیبایی، چون نظم و انتظام از روح القدس خداوند، وقتی دید میگه در روح خودش از روح خارج شد و تمام وجودش شکر و سپاس گرفت. ای خداوند دعا میکنیم که روح القدس در این حرکتی که میخواییم بکنیم، اگه از توست خداوند، قوم خودتو برانگیزی خداوند، تو کلیسای تو به این خدمت زیبا و هیجان انگیز و لذت بخش مزین بشه، چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و کلیسای مجید و زیبای او بگه آمین و آمین. امروز خیلی سعی کردم دو تا موعظه رو در یه موعظه